سلام به شما همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی، با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون. از حمله تند و جنجالی یغما گلرویی، شاعر و نویسنده شناخته شده ایرانی، به پرویز ثابتی، با ما همراه باشید. لطفاً از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. مدتیه که توی شبکه پرطرفدار من و تو که بعد از جنجالهاش در مورد تعطیلی این شبکه طرفدارانش هم انگار بیشتر شدن، مستندی در مورد پرویز ثابتی مدیر ارشد ساواک منتشر میشه. پرویز ثابتی مسئول اداره سوم ساواک، مهمترین بخش سازمان اطلاعات و امنیت کشور قبل از انقلاب 57 بوده. مردی که نام اون یا لرزه بر اندام مخالفان میانداخت یا یادآور رنج و شکنجه ساواک بود. به نوعی نماد همه بدنامی سازمان اطلاعات و امنیت کشور که البته به گفته مهدی کروبی از رهبران منتقد جمهوری اسلامی بعدها به مراتب شدیدتر توسط سازمان‌های اطلاعاتی نظام اسلامی بازتولید شد. نام پرویز ثابتی اما از سال گذشته و در میانه اعتراضات سراسری و با انتشار عکسش در اعتراضات ایرانیان خارج از کشور دوباره بر سر زبون‌ها افتاد. پرویز ثابتی گفته بود که یکی از دلایل عدم انتشار خاطراتش تفرقه نیفتادن در بین مخالفان جمهوری اسلامیه که گروهی از اونها مخالف شاه هم بودن، اما حالا حضورش توی تجمع ضد جمهوری اسلامی باعث اختلافات و حواشی زیادی شده. حالا که مقامات جمهوری اسلامی پرویز ثابتی رو مغز متفکر ساواک میدونن و برخلاف چهره‌های پنهان امنیتی توی نشست‌های مطبوعاتی هم حضور داشته و همه میدونستن که اون از مدیران ارشد ساواک، خودش گفته که مخالف گشایش فضای سیاسی در سال‌های پایانی حکومت شاه بوده و طرح بازداشت 1500 نفر رو داده، اما اطرافیان شاه مانع اجرای این طرح شدن که شاید اگر حرفش رو گوش می‌کردن خمینی هیچ وقت موفق نمی‌شد. شاید به همین دلیل بعضی سخنان ثابتی در کتاب در دامگه حادثه رو به نفع حکومت جمهوری اسلامی می‌دونن و معتقدند که پیام این مصاحبه این بوده که برای موندن حکومت باید سرکوب کرد. حتی بعضی‌ها همین شایعه رو مطرح کردند که بعضی مشاوران روحانی با سوابق امنیتی از انتشار این مصاحبه در ایران حمایت هم کردند. ثابتی در میان مقامات شاه به امیرعباس هویدا نزدیک‌تر بود و احتمالاً همین موضوع هم توی ثبات و ارتقاش بی تأثیر نبود. حسین فردوست که ثابتی اون رو به تعبیری شلوول خونده، اون رو جاه طلب دونسته و حتی گفته که اگر به جای نصیری به ریاست ساواک منصوب میشد، احتمال کنترل شرایط وجود داشت. بعد از ظاهر شدن دوباره ثابتی، بار دیگه موضوع شکنجه های وحشتناک ساواک و روایت های دردناک و فاجعه بار در این باره مطرح شده. از جمله سعید شاهسوندی، عضو مرکزیت سازمان مجاهدین خلق، این جمله رو گفته که در مجموعه زیر نظر ثابتی یک شعار وجود داشت و اون اینکه شلاق خلاقه. به گفته شاهسوندی حتی افرادی که خودشون رو به ساواک معرفی می‌کردن، اونها هم از شکنجه مبرا نبودند و مقامات ساواک معتقد بودند فقط اطلاعاتی که زیر شکنجه به دست بیاد ارزش داره. پرویز ثابتی توی خانواده‌ای مشهور، اون هم با دین بهایی، در سنگسر سمنان به دنیا اومده که قبل از انقلاب از مراکز تجمع بهاییان بود. اما خودش گفته که در فرم‌ها خودش رو شیعه می‌نوشته و اعتقادی اصلاً به هیچ دینی نداره. بعد از انتشار مصاحبه و مستند ثابتی، خیلی‌ها به این مسئله اشاره کردند که هرچند پرویز ثابتی همیشه قصد داشته که موضوع دین و مذهبش رو کم اهمیت جلوه
جلوه بده، اما بهایی بودنش خودش نقطه‌ای بحث برانگیز در طول فعالیتش بوده. پرویز ثابتی به تهران اومده و دوره دبیرستان رو در مدرسه زرتشتی فیروز بهرام طی کرده. ثابتی در سال 1337 از دانشکده حقوق دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. گفته که بعد از فارغ التحصیلی دادگستری استخدام نداشته و اون تصمیم گرفته به آموزش و پرورش بره. در حین کار هم با کاظم رجوی، برادر مسعود رجوی آشنا شد و توی مصاحبه‌های خودش هم مدعی شده که بعدها نظر کاظم رو برای همکاری با ساواک جلب کرده و همچنین به رهایی برادرش مسعود از اعدام کمک‌های زیادی کرده. اون همچنین در ادامه صحبت‌هاش ساواک رو راه میونبری برای ورود به سیاست خونده و گفته که علاقه داشته وزیر بشه، اما موانع زیادی سر راهش بوده. رشد اون در ساواک در دوره ریاست حسن پاکروان بوده و خودش گفته که بعد از 3 ماه از آغاز به کارش به علت گزارش‌های تحلیلیش راجع به مسائل سیاسی جاری کشور به ریاست بخش بررسی‌های سیاسی در امور امنیت داخلی منصوب شده. اون تحت ریاست نعمت‌الله نصیری و ناصر مقدم توی این سازمان حضور داشته و فرد دوم محسوب می شده. خودش گفته که در سالهای 1342 رئیس اداره احزاب مخالف رژیم و در سال 1349 معاون دوم اداره کل سوم و در سال 52 مدیر کل سوم ساواک شده. بعد از ترور تیمور بختیار رئیس سابق ساواک در عراق، اون در دیماه 49 مصاحبه کرد و گفت که کشورهای خارجی از جمله عراق و شرکت‌های نفتی غربی به اون پول داده بودند. لطف‌الله میثمی در خاطراتش گفته بود که اون طراح ترور تیمور بختیار در عراق بوده. با این حال ثابتی گفته که طرحش این بوده که بختیار رو به ایران بکشه و بعد اعدامش کنه. اون همچنین بعد از بازداشت اعضای گروه فدایان خلق در حمله به سیاه کل هم یک نشست خبری برگزار کرد. اون در ادامه از ملاقات‌های مهمی با برخی چهره‌های سیاسی مخالف حکومت در دوره زندان یا با احضار اونها حرف زده و گفته که بعد از سال 50 با مهدی بازرگان و یدالله صحابی صحبت کرده و درباره متولد شدن سازمان مجاهدین خلق از دل نهضت آزادی از اونها نظرسنجی کرده. پرویز ثابتی در این مصاحبه شکنجه با کیفیتی که توسط گروه‌های مخالف مطرح میشه رو کاملاً رد کرده. اون در عین حال اقدامات دیگه ساواک از جمله بازداشت هنرمندان و کنترل و تحقیق و تفحص در زندگی اونها رو کاملا رد کرده. اون همچنین در مورد فرستادن پرستو برای تعدادی از روحانیون شاخص از جمله محمد تقی فلسفی و جعفر شجونی گفته. ثابتی به بازداشت هنرمندا اشاره کرده و از جمله گفته که اشرف در تماسی تلفنی خواستار آزادی سریع داریوش شده بود و خواسته بود که داریوش رو سریعاً به مهمونی که اشرف حضور داشت برسونیم و وقتی که مقامات با آزادی داریوش مخالفت کردند اشرف گریه کرده. ثابتی همچنین در سالهای پایانی حکومت پهلوی این پیشنهاد رو داده بود که 1500 نفر رو بازداشت کنند، اما جمشید آموزگار مخالفت کرده بود. بر اساس روایت دیگران اون همچنین گفته بود که شاه اجازه نداد، اگر اجازه میداد من در عرض 48 ساعت تمام قائله رو خاتمه میدادم. توی این فضا ثابتی هم جزو افرادی بود که حکومت برای آروم شدن فضا برکنارش کرد. اون گفته که در 3 آبان 57 ناصر مقدم رئیس ساواک اون رو از کار معاف کرده و پیشنهاد داده که اون به خارج از کشور بره، چون با آزادی زندانیان سیاسی جانش در خطره. ثابتی گفته بود که با هویدا دیدار کرده و پیشنهاد کرده که اون هم به همراهش مهاجرت کنه. روزنامه کیهان در آبان 57 خبر داده بود که پرویز ثابتی و تعداد دیگه از رؤسای درجه اول ساواک جزو برکنار شدگان و بازنشستگان محسوب میشن. و در نهایت اون معتقد بود که اگر شاه دستش رو باز میذاشت هیچ وقت انقلاب 57 به وجود نمیومد. اما بعد از پخش این مستند در فضای مجازی جنجال‌های زیادی به راه افتاد و کاربران فضای مجازی انتقادات زیادی از این مستند و پخش اون از شبکه پرطرفدار من و تو داشتن. اکثرا به این مسئله اشاره کردند که خیلی از افرادی که در زندان‌های ساواک شکنجه شدن هنوز زنده هستند و میتونن گواهی بدن که
که این شکنجه ها که شامل شلاق و بستن دست و پا و آویزون موندن و ناخون کشیدن بوده چجوری صورت گرفته. هرچند که پرویز ثابتی توی مصاحبهش همه اونها رو رد کرده. یکی از افرادی که حمله تندی به پرویز ثابتی کرد یغما گلرویی بود. یغما گلرویی با انتشار استوری های تندی مثلا نوشت هیچ ماست بندی نمیگه ماست من ترشه و هشتگ ثابتی رو زد و نوشت هیچ رئیس ساواکی نمیگه دست من خونیه. یغما گلرویی در استوری دیگه ای هم این نقاشی رو از پرویز ثابتی منتشر کرد و نوشت او یک فرشته بود. بعد هم هشتگ ساواکشویی در 5 جلسه تضمینی 100% رو منتشر کرد. در استوری دیگه ای یغما گلرویی لیستی از اسامی منتشر کرد. اون نوشت فهرست اسامی تعدادی از به قول ثابتی چریک های خرابکار مشغول مبارزه مسلحانه با رژیم که در دوران پهلوی ها بازداشت و زندانی شدن. البته ما با عناوین هنرمند، شاعر، نویسنده، ترانه‌سرا، نقاش، مترجم، آهنگساز، خواننده، عکاس و منتقد اونها رو میشناسیم. اسامی مثل نیما یوشیج، رضا مقصدی، محسن یلفانی، ابوذر وردا اسپی، سعید سلطانپور، محمود دولت‌آبادی، فریدون شایان، رضا علامه‌زاده، حشمت الله کامرانی، نسیم خاکسار، منصور خاکسار، کریم کشاورز، موسوی گرمارودی، ابراهیم رهبر، فریدون تنکابونی، عدنان قریفی، ناصر مؤذن، پرویز زاهدی، ناصر رحمانی نژاد، عطاءالله نوریان، حسن حسام، خسرو گل سرخی، محمد خلیلی، نعمت میرزازاده، فریده لاشایف، علی اشرف درویشیان، محمد رضا زمانی، ایرج جنتی عطایی، هوشنگ قربان نژاد، عباس سماکار، محمد علی سپانلو و غیره. ممنونم که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.